بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین عزیز، لکچر امروز در مورد اسکمیک هارت دیزیز است. اسکمیک هارت دیزیز، وقتی میگیم اسکمیک هارت دیزیز دو نوع است. یک نوعش استیبل اسکمیک هارت دیزیز است، اسکما استیبل، و نوع دومش ان استیبل است، به شکل اکیوت با وجود میاد. وقتی بحث میکنیم استیبل اسکمیک هارت دیزیز، تاپیک هایی را که بحث میکنیم در مجموع، یکی کرونیک استیبل آنجینا یا خناق صدری ثابت، خناق صدری ثابت مزمن امروز بحث میکنیم. کرونیک استیبل آنجین شامل سایلنت اسکیمی هم بشه، اسکیمی بی سر و صدا و خاموش و بدون درد، و همچنین مریضایی که تاریخچه هیستوری آف مایکاردیال انفرکشن داشته باشه، یعنی اولد ام آی فیرن دولت استیبیلیتی قرار داره، تحت عنوان استیبل آنجین بحث میشه. و یا مریضایی که تاریخچه هیستوری برای پی سی آی داشته باشن، یا تاریخچه کرونری آرتری بایپاس گرافت داشته باشه، ریواسکولاریزیشن در نزدشان صورت گرفته باشه، یا استنت تطبیق شده نزدشان، یا جراحی بایپاس صورت گرفته باشه بنابر امراض قلبی، فعلا که اون تاریخچه گذشتهش است، تحت عنوان استیبل اسکمیک هارت دیزیز تحت کنترل و مراقبت قرار بگیره. اما وقتی میگم که انستیبل حادثه، انستیبل اسکمیک هارت دیزیز به شکل حاد است، اکیوت مایکاردیال انفرکشن، اکیوت مایکاردیال انفرکشن یا اتشای حاد مایکارد، و همچنون انستیبل آنجین، انستیبل آنجین که تحت عنوان اکیوت کرونری سندروم مطالعه میشه. تمامی تاپیک ها را در ریسم ستر شما میخوانین، یک و یک براتون بحث میکنیم کرونیک استیبل آنجین چی است، چرا با وجود میاد. کرونیک استیبل آنجین یا خناق صدری ثابت در اثر اسکمی عضله مایکارد بنابر اتروسکلروز و پلک های ثابت اتروسکلروز با وجود میاد. شیدان کرونری قبلا در مورد اتروسکلروز صحبت کردیم که در اثر پلک های اتروسکلروتیک جدارش لومن شیران متضایق میشه، تنگ میشه، جریان خون میخواه عبور بکنه، نسجی که در این ناحیه قرار داره دچار اسکمی میشن، درد را که ایجاد میکنه اسکمیک پین به نام آنجینا پکتوریس یاد میشه. چون این پلک ثابت است، استیبل است، به شکل حاد دچار اختلاط نشده هنوز، و این تحت عنوان اسکمیک هارت دیزیز استیبل مطالعه میشه، کرونیک استیبل آنجین. به طور تیپیک یک مریضی که مصاب به کرونیک استیبل آنجین است، یک مرد بیشتر از 60 سال و یا خانم بیشتر از یک مرد بیشتر از 50 سال و یک خانم بیشتر از 60 سال است که با یک چست پین مراجعه میکنه و دست خود مشت میگیره به قفس صدری، به این شکل از یک سوزش، از درد شکایت میکنه، و این علتش هم اتروسکلروز است که باعث اسکیمی شده و درد آنجینا را ایجاد کرده. اسکیمیک هارت دیزیز از جمله معمولترین علت و مرگ و میره در تمام دنیا تشکیل میده، معمولترین علت مرگ و میره در سطح جهان تشکیل میده. مطالعاتی که صورت گرفته نشان میده که در دهه‌های بعد وقایعش روز افزون میشه، هنوز هم زیاد میشه. چرا زیاد میشه؟ به خاطر که یک نفوس جهان رو به ازدیاد است در مقایسه با سالهای گذشته. در دهه‌های بعدی نفوس جهان چند میشه، زیاد میشه. یک علتش، دوم بیشتر شدن سن افراد جامعه است، یعنی مسنتر شدن افراد میباشه، با وجودی که نفوس زیاد میشه سنم زیاد است، و شیوع چاقی رو به ازدیاد است، شیوع ریسک فاکتورها، شیوع دیابت میلیتوس تایپ 2 که هر کدامش ارتباط با اسکمیک هارت دیزیز داره.
بنابر همی علل در دههای بعد طبق پیشبینی و مطالعات ثابت شده که هنوز هم وقاتش روز افزون میشه و علت معمول مرگ و میر، یکی از عمده ترین علت مرگ و میر در تمام دنیا اسکمیک هارت دیزیز تشکیل میدن. در صورتی که یک مرد هیچ ریسک فاکتور نداشته باشه، ریسک فاکتورهایی که در اتروسکلروز بحث کردیم، هیچ ریسک فاکتور نداشته باشه، چانس اسکمیک هارت دیزیز در نزد این مرد تقریبا 3% است. و اگر خانم باشه چانسش کمتر از 1% در تمام طول زندگیش یک خانم دچار اسکمیک هارت دیزیز میشه، در صورتی که اسکمیک، در صورتی که ریسک فاکتور نداشته باشن. مطالعات فرامینگهام این مسئله را ثابت ساخته، نشان میده که در صورتی که یک مرد هیچ ریسک فاکتور نداشته باشه، چون اسکمیک هارت دیزیز در تمام طول حیاتش 3%، و در صورتی که خانم باشه ریسک فاکتور نداشته باشه، کمتر از 1% دچار اسکمیک هارت دیزیز میشه. در صورتی که اگر دو ریسک فاکتور داشته باشه، مثلا هایپرتنشن هم داشته باشه، دیابت، و یا اسموکر هم باشه، هایپرتنشن هم داشته باشه، این فاکتورهای خطر است. در صورت که دو ریسک فاکتور داشته باشه، در نزد مردها چانس اسکمیک هارت دیزیز در حدود 38% است در تمام حیات. ببینید که ریسک فاکتور چقدر نقش داره. هر چقدر که تعداد ریسک فاکتور زیاد میشه، چانس اسکمیک هارت دیزیز، فیصدی اسکمیک هارت دیزیز هم بیشتر میشه، و در نزد خانم ها 18% میشه. در نزد خانم ها در صورتی که دو ریسک فاکتور داشته باشه، بروز اسکمیک هارت دیزیز 18% تخمین زده شده بر اساس مطالعات فرامینگهام. این بود یک معرفی مقدماتی در مورد اسکمی و آنچین از نظر اهمیت بودن کلینیکی مسئله و چطور با مورتالیتیت و موربیدیتیت ارتباط داره و علت عمده مرگ و میر در سطح دنیا تشکیل میده. خب یک مریضی که مصاب به چسپین باشه و مشکوک شویم که دوچار آنجین است، آنجینا پیکتوریس در نزدش تحسس کرده، باید تاریخچه مفصل بگیریم، در تاریخچه خود نکات بسیار اساسی را در نظر بگیریم. این یک چسپین در حقیقت پیش ما میاد، چسپینی که مصاب با آنجین باشه یا نه، ما در تاریخچه خود در نظر میگیریم کدام نکات به نفع آنجین است و کدام نکات به نفع آنجین است. اولین سوال است که میکنیم در شرح حال در گذشته مریض، لوکیشن پین است. مریضایی که دچار آنجین میشه، درد در کدام قسمت شروع میشه؟ عمدتاً آنجین درد در ناحیه ریترو استرنال اریا شروع میشه. محل درد در ریترو استرنال اریا کمی به طرف چپ موقعیت نداشته باشه. در نزد خانم ها ممکن است از ناحیه اپیگاستریک شروع شوه که با آفات میدیمایی مغالطه میشه. اما امکان داره که درد از دیگر قسمت های دورتر شروع شده و به این ناحیه بالاخره توقیع پیدا میکنه، عقص موقعیت پیدا میکنه. از نواحی دورتر هم میتونه شروع شود، ولی به شکل تیپیک درد در ناحیه ریترو استرنال ایریا در تحت از مقص کم طرف چپ موقعیت میداشته باشه. این موقعیت درد در مریضای آنجین است. دومین موضوع در مریضای آنجین، آنجینا پیکتوریس، رادیشن درد است. رادیشن درد، درد انتشار میکنه. درد در ریترو استرنال ایریا شروع میشه، به طرف سینه چپ، به طرف عنق، به طرف شانه چپ، بازوی چپ و دو انگشت اولنر کنار دست چپ انتشار پیدا میکنه. میتونه دو طرفه در تمام قسمت ها انتشار پیدا بکنه و در بین انتر اسکاپولار ریجون در خلف هم درد انتشار پیدا میکنه. انتشار درد در ناحیه اپیگاستریک هم صورت میگیره، ولی از فک سفلی بالاتر نادرا انتشار صورت میگیره و از سوره پایینتر درد انتشار پیدا میکنه. چرا درد انتشارش به این شکل است؟ در حالی که آنجین در قلب وجود داره. اول براتون تشریح کنم میکانیزم درد، درد آنجین چطور به وجود میاد. در صورتی که اسکمی رخ داد، برادیکین و ادینوزین تولید میشه در سهام. در اسکمی ادینوزین و برادیکین تولید میشه لوکالی، و این ادینوزین و برادیکینین و سایر مواد که تولید میشه در ساعت در اثر اسکمی، نهایات یا آغزهای ریسپتورهای درد که از طریق مسیر سمپاتیک و پاراسمپاتیک انتقال پیدا میکنه، در مراکز مشخصش تحریک میکنه. مسیر حسی سمپاتیک هم در قلب وجود داره، مسیر حسی پاراسمپاتیک هم وجود داره. پاراسمپاتیک از طریق اعصاب واگوس است، سمپاتیک از طریق سمپاتیک چین است، سرویکال ریجوین،
عنق و این بالاخره در مغز میره در تلاموس و بالاخره در نای کورتکس حسی حسیت درد انتقال پیدا میکنم. در اثر مطالعات که بالای موشها صورت گرفته آخذی که این درد انتقال میده به نام ونیلویت ریسپتور یک یاد میشه. ونیلویت ریسپتور یک اینی ریسپتور که در حجرات عضلی قلبی وجود داره تایپ یک مسئول انتقال حسیت درد داره. درد که از طریق مسیر سیمپاتیک انتقال پیدا کرد از آخذه هایی که در قلب توزیع داره انتقالش صورت میگیره، علاوتاً اعصاب سوماتیک از صدر، از دست، از عین مسیر انتقال صورت میگیره در برین در کورتکس و بالاخره ای تحلیل میشه که انتشار درد در این ناحیه صورت میگیره. اعصاب پاراسیمپاتیک نهایت عصبیش مسئول انتشار درد در فک سفلی و عنق به عهده داره. این مسیر عصبی واگوس که در هسته های پاراسیمپاتیک در برین استم در میدولا انتقال پیدا میکنه، عین اعصاب سوماتیک فک سفلی و عنق از عین مسیر انتقال پیدا میکنه و بالاخره تفسیر درد به می شکل صورت میگیره که انتشار میکنه درد در عنق و در فک سفلی انتشار پیدا میکنه. فهمیدین؟ حتی اعصاب ایسی افرنت که باعث انتقال درد میکنه در سیستم پاراسیمپاتیک مریض های انفرکشن ایسکیمیک شدید داشته باشه دلبدی و استفراغ پیدا میکنه، او هم از اثر اعصاب افرنت سیستم اعصاب واگوس میتونه باشه که در اثر تحریک درد تنبیه شده باشه. این حالت میتونه که ایجاد شد. دقت فرمودین که یعنی انتشار درد چطور صورت میگیرد؟ با وجودی که مشکل در خود قلب وجود داره ولی مریض درد در صدر احساس میکنه، مشکل در قلب وجود داره مریض درد در شانه احساس میکنه، در بازوی چپ احساس میکنه، در دو انگشت اول سطح اولنر احساس میکنه، چون پرسپشن درد که صورت میگیره از حسیت قلبی انتقال میتره، اعصاب سوماتیک جسمی از این مسیر انتقال میکنه، بالاخره با هم جوینت میشه و این حسیت درد به شکل غلط تفسیر میشه، از درد راجع را ایجاد میکنه، انتشار درد به می شکل صورت میگیره. خب این موضوع رو برای شما یادآوری کردم که درد چطور میکانیزمش، درد چطور پیدا میشه و چطور رادیشن صورت میگیره. دیگه موضوعی که در تاریخچه بسیار مهم است دیوریشن درد است. دیوریشن درد در مریض های آنجین 5 دقیقه الی 10 تا 15 دقیقه دوام میکنه. درد شروع میشه 5 الی 10 دقیقه دوام میکنه، اما اگر دردی که از 30 دقیقه زیاد دوام کرد تشخیص آنجین سوال گذاشته میشه. این آنجین نیست، ممکن مریض آفات قلبی پیشرفت کرده، یعنی اکیوت مایکاردل انفرکشن داشته باشه یا انستیبل آنجین داشته باشه و یا هم خیر ممکنه دردای صدری داشته باشه یا علت دیگه داشته باشه. درد آنجین اضافه تر از 30 منت دوام میکنه، دوام نمیکنه. اگر دوام کرد تشخیص آنجین چی میشه؟ زیر سوال گذاشته میشه. 5 دقیقه تا 15 الا 20 دقیقه دوام میکنه. نادرن دردهای که به شکل خلیز و گذر است منشه اسکیمی نداره، یعنی میخوایم جمله رو دیگر به این شکل بگویم که هرگاه یک مریض شکایت کرد دکتر صاحب سینه یک سوزنک میزنه گم میشه، این نادرن منشه اسکیمیک و قلبی داره، منشه اسکیمیک نداره، به این شکل نیست. و یا که درد گنگ 24 ساعته دوامدار، درد مبهم که معاینات هم نرمال بوده باشه، منشه قلبی نمیتونه داشته باشه، چون درد قلبی یک تیپ خاص، وصف خاص، دوام خاص به شکل اتک میتونه که ایجاد شده باشه. سر از وام یعنی برالاوه جانب احتیاط همیشه در نظر بگیرین، چون قلب حیاتی است، مس نشست بشتون تاریخچه بگیرین. امی مسئله باعث شده که اوور دیاگنوز هم میشه اسکیمیک هارت دیزیز. در یک مریضی که دپریشن داره، سایکوسوماتیک دیزوردر داره، یا خلیه زودگذر داشته باشه، اوور دیاگنوز میشه و اوور تریتمنت هم میشه، حق و ناحق استنتینگ و بایپاس صورت میگیره در بعض مراکز. البته خب دیوریشن درد بسیار مهم است از نظر که تاریخچه بگیریم مریض آنجین است یا انستیبل آنجین. گرچند ما سایلنت اسکیمی هم داریم که هیچ درد نداره، که در بخش آنجین اکویوالنت برتون یادآوری میکنم. دیگه کاراکتر درد مهم است. کاراکتر درد با کدام کاراکتر است؟ یعنی کوالیتی درد. مریض درد به شکل سوزش احساس میکنه، به شکل چنگ زدن احساس میکنه، به شکل خفقان احساس میکنه، به شکل پرسنگ یا فشردگی احساس میکنه.
و ممکن به شکل دیسپینیا هم حتی احساس کنن، نفس ما میگیرن، به شکل سوزش، برنینگ، به شکل چوکینگ، به شکل پرسینگ، به شکل سوزن زدن، به شکل محکم گرفتن. این یه اشکال درد است که به مریض های آنجنا پکتوریس موجود می باشن. دیگه موضوعی که بسیار مهم است، فاکتورهایی که تشدید میکنه آنجنا، فاکتورهای تشدید کننده، اگریویتینگ فاکتور و ریلیفینگ فاکتور. در مریض های آنجنا عموماً بعد از جهد به وجود میاد، بعد از قدم زدن، بالا شدن به زینه، قدم زدن بسیار زیاد سریع، برخورد به هوای سرد، خوردن غذاهای ثقیل یا هین فعالیت‌های جنسی درد ایجاد میشه. اما برعکس مریض میگه وقتی که ساده میشم، وقفه میگیرم، دم میگیرم، درد آرام میشه. و دیگر نکته مهمی که اینه که مریض میگه درد پیدا میکنه، هر وقت یک تابلت آنجیسید نایتروگلیسیرین سابلنگوال استفاده میکنه، دردش گم میشه. یک تست تشخیصی حتی شمرده میشه. تجویز آنجیوسید که باعث آرام شدن درد صدر شوه، اکثرا من حیث تست تشخیصی تلقی میشه که آنجیوسید رفته، باعث وزدایلتشن شده، گرچن سپزمی میری هم باعث درد بشه و این نایتریت باعث دایلتشن عضلات ملسا میشه، میتونه سپزمی میری رو مرفوع بسازه و دردم آرام میشه، که در این نکته هم در نظر باشه در آرام ساختن درد مریض توسط آنجیوسید یا نایتروگلیسرین سابلنگوال تحت لسانی که باعث آرام شدن درد میشه. پس این موضوعات از نظر درد بسیار مهم است. ببینید لوکیشن درد، رادیشن درد، دیوریشن درد، کرکتر درد، فاکتورهای تشدید کننده و آرام کننده درد باید برسان شد که با جهد ارتباط داره، با فعالیت‌های فیزیکی تشدید پیدا میکنه، اما با استراحت و با گرفتن نایتروگلیسرین درد مریض کاهش پیدا میکنه. در یک تعداد حالات درد وجود نداره. فردی که خیلی سنش پیشرفته باشه، اولدیج باشه، یا دیابتیک باشه، یا دیابتیک باشه یا اولدیج باشه، نیروپاتی داشته باشه، درد نداره، اما شواهد ای سی جی ثابت میسازه که مریض دچار آنجین است. در خانم ها، در مریض های دیابتیک، در افراد اولدیج، سالمند که حسیتش مختل شده باشه، درد انتقال کرده نتونه، درد وجود نداره، اما عراض مترافق، قد عراضی که معادل آنجین در نظر گرفته میشه، بنامه آنجین اکویوالی داد میشه. مثلا مریض دیسپینی پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه و یا دلبدی و استفراغات پیدا میکنه، عراض گستریک پیدا میکنه، وسرت تنفس، دلبدی، استفراغات، ضعفیت. این تظاهرات به نام اتیپیکل پریزنتیشن آنجین است، تظاهرات غیر وصفی است و تحت عنوان آنجینا اکویوالنت در نظر گرفته میشه. آنجینا اکویوالنت به معنی معادل چی است؟ آنجین. آنجینا اکویوالنت، آنجین اکویوالنت او شکل آنجین است که مریض درد نداره، سایلنت است، اما یه وضع درد مریض یا دیسپینی داره یا دلبدی و استفراغات داره و یا هم زوفیت میه، به شاک میه، به پلمونری ادیما میه، که اگه آنجین شدید، اسکیمی شدید باشه، ادیمای روی رو میتونه که باعث شوه. آنجینا اکویوالنت. دیگه قدمی درد هم فرق داره. در بعضی افراد درد با یک قدمه ثابت، با یک فعالیت‌های فیزیکی ثابت به وجود میاد، مثلا بعد از یک منزل زینه بالا شدن درد ایجاد میشه، اما در برخی افراد این قدمه فرق میداشته باشه. قدمه اگر ثابت باشه نشان میده که اتروسکلروز پلاکی که ساخته شده ثابت است، اما بعضا نظر به تغییر در تون اویه که ایجاد میشه، این قدمه ها فرق میکنن. در شروع با اندکترین فعالیت‌های فیزیکی درد ایجاد میشه، اما بعد مریض وقفه میگیره و بعد از وقفه دوباره پس کار شروع میکنه، باز به یک مدت زیاد کار است که ایجاد باعث شود که درد پیش مریض شروع شود. پس قدمه های درد در اوقات شبانه روزی و در نزد هر فرد فرق میداشته باشد، گاهی با اندکتری فعالیت، گاهی با فعالیت های بیشتر درد مریض های آنجین شروع میشه. این بود نکات اساسی در مورد اخذ تاریخچه در مریض آنجین که کدام نقاط در نظر بگیریم. خب حالا بحث میکنیم که از نظر سیویریتی، از نظر سیویریتی یا شدت، سیویریتی یا شدت، انجمن قلبی کانادا یا کانادین کاردیوواسکولار سوسایتی آنجین به چهار کلاس تقسیم کرده: کلاس یک،
کلاس دو، کلاس سه و کلاس چار. از نظر شدت آنژین پکتورس انجمن قلبی و یایی کانادا به چار کلاس تقسیم کرده. کلاس اول آنژین دفعات های معمول به وجود نمیاد، مگری که مریض سریعا قدم بزنه برای یک مدت زیاد، باز احساس درد پیش مریض پیدا میشه. فعالیت های اندک و معمولی باعث تحریک درد نمیشه. در این صورت مریض در کلاس یک طبقه تقسیم بندی قرار داره. کلاس دوی تقسیم بندی انجمن قلبی کانادا او مریض است که برخورد با هوای زرد سرد، بالا شدن به زینه، راه رفتن به اندازه دو بلاک و فعالیت های جنسی باعث درد پیش مریض میشه. در این حالت در کلاس دو موقعیت قرار داره. کلاس سی به اندازه یک منزل، به اندازه یک بلاک مریض را میگرده، درد پیش مریض تنبیه میشه. به ترتیب ببینیم که کلاس یک آنژین خفیف است و یا آنژین متوسط است و یا آنژین شدید است و کلاس چار آنژین بسیار شدید است. در این حالت هر کاری که بکنه درد ایجاد میشه. حرکت بکنه، لباس بپوشه، حمام بگیره، فعالیت های عادی اندک روزمره مریض میتونه باعث درد شه و این درد آنژین میتونه فعالیت های نرمال مریض اخلال وارد بکنه، مختل میسازه. در این حالت مریض در کلاس 4 انجمن قلبی کاناتا موقعیت میداشته باشه از نظر آنژین که انظارش هم فرق میداشته باشه. این بود از نظر شدت. مریض های آنژین هم معاینه فیزیکی میکنیم. در معاینه فیزیکی ممکن است بعضی شواهد که مرتبط با ریسک فاکتور باشه پیدا بکنیم. مریض چاق باشه، فشارش بلند باشه، شواهد نیکوتین کلر داشته باشه، شواهد از امراض تایروید داشته باشه، اگزافتالموس داشته باشه. اسخاب بکنیم تکیکاردی، سفل سوم، چهارم یا زانتوما و زانتالوسما که موجودات لکه های چربی بالای مفاصل در تندون ها است و بالای پلک چشم است که در بخش اتروسکلوز هم براتون گفتم ممکن است پیش مریض موجود باشه و یا هم در یافته فیزیکی نرمال پیش مریض باشه، هیچ کدام مشکل را پیدا نکنیم. این بود از نظر معاینه فیزیکی در نزد مریض هایی که مصاب با آنژینا پکتورس است. چند نوع آنژین است که اصطلاحاتش وجود داره آنژینا پکتورس. یکی این معمولش است که به نام اگزشنال آنژین یاد میکنن. این اصطلاح را شما میفهمید. اگزشنال آنژین آنژین است که در اثر چی ایجاد میشه؟ جهد ایجاد میشه، با فعالیت های فیزیکی ایجاد میشه. وقتی مریض آرام شود، استراحت بکنه، توقف بگیره، وقفه بگیره، دردش گم میشه، به نام اگزرشنال آنژینا یاد میشه. دو، آنژینا دیکوبیتوس است. آنژین است که زمان مریض که استراحت بکنه در وضعیت سوپین پوزیشن و استجای زهری بنابر آمدن خون به قلب و بلند رفتن فشار قلب بر اساس قانون لاپلاس تنشن بیشتر ایجاد میشه. هر چقدر خون بیشتر بیه بیشتر مصرف اکسیژن هم بیشتر میشه، اسکیمی به وجود میاد. آنژین دیکوبیتوس میگم، به نام شبانه یاد میکنه، نوکتورنال آنژین، به خاطر که در شب اتفاق میفته، چون شب مریض چی میکنه؟ میخوابه. نوکتورنال آنژینا. دیگه اصطلاحی که در مورد آنژین استفاده میشه نوکتورنال آنژین، آنژینا دیکوبیتوس، اگزشنال آنژین، پوست پراندیال آنژین. در اثر خوردن غذاهای چرب، بعد از غذا خوردن چرب و ثقیل ایجاد میشه، چون مقدار خون به طرف سیستم مایعی شفت میشه و مقدار خون باید که به قلب برسه مقدار بیشتر به طرف سیستم مایعی شفت میشه. بعد از خوردن غذاهای ثقیل اگه احساس درد پیش مریض ایجاد میشه، این به نام پوست پراندیال آنژین. پوست پراندیال آنژین بعد از غذا که بعد از خوردن غذاهای ثقیل پیش مریض حالت به وجود میاد. دیگه آنژین به نام وارم اپ آنژین یاد میکنن. یا این به نام واک ثرو آنژین یاد میکنه. چرا؟ وارم اپ آنژین اون نوع آنژین است که در ابتدا با فعالیت های فیزیکی شروع میشن و بعد از اینکه مریض دم گرفت، وقفه گرفت، دوباره همین کار شروع میکنه، آنژین به وجود نمیاد. علتش چیست؟ به خاطر
تغییر در تو نیوایی ایجاد میشه و اینیم اصطلاح را برام اسکیمیک پری کاندیشننگ یاد میکنم. اسکیمیک پری کاندیشننگ یاد میکنم و این میکانیزم در آن فرکشن در آنجین رخ میده، نمیگذاره که بیشتر نسج دچار اسکیمی به تخریب شد. تونی و ای تغییر میکنه، دایلتشن بیشتر صورت میگیره. این تغییرات به شکل موزی معاوضوی صورت میگیره. خود اسکیمی ای گپا القا میکنه که نمی اصطلاح را به نام اسکیمیک پری کاندیشننگ یاد میکنه. در شروع جهد وجود داره اما جهد دوم بعد از وقفه کمتر باعث درد میشه، درد کمتر تحریک میکنه. وارم اپ آنجن یا واک ترو آنجن هم یادش میکنه. دیگه اصطلاح دیگه است به نام پرنس میتال آنجن. پرنس میتال آنجن در اثر اسپازم به وجود میاد. این شریان کورونری است، پلاک اتروسکلروتیک در یک سانتیمتری مجاور پلاک اتروسکلروتیک اسپازم به وجود آمده، شریان دچار اسپازم میشه و این آنجینی که در اثر اسپازم به وجود میاد در مجاورت پلاک اتروسکلروتیک، یا ای که مریض پلاک اتروسکلروتیک نداره، اسپازم دچار حالات اسپاستیک بدن شده، یعنی زمینه اسپاستیک آفات وضع اسپاسمودیک در نزد فرد بیشتر است و این نوع آنجینی که ایجاد میشه به نام پرنس میتال آنجن، وضع اسپاسمودیک آنجن، وضع اسپاستیک آنجن یا واریانت آنجن هم یاد میکنه. چهار نام پرنس میتال در سال 1959 با همکارایش پدیده را تشریح کرد، به می نام مسما شد آنجینی که در اثر اسپازم وجود می. البته معمول ترین علت آنجین پلاک های اتروسکلروتیک است، ثابت است. عمده ترین علت چمی است. می تونه در اثر اسپازم، در اثر امبولی، وقتی که ریت قلب زیاد میشه، تاکیکاردی داشته باشه، هایپرتروفی کاردیومیوپاتی باشه، اورتیک استینوس یا نیازمندی قلب اکسیژن بیشتر شده یا پلاک های اتروسکلروتیک بیشتر ایجاد شده. در همین حالت به وجود میاد، ولی معمول ترین علت آنجین یا ام آی انستیبل آنجین پلاک های اتروسکلروتیک است. دیگه حالاتی که من ذکر کردم میتونه وجود بیاره، اما او آنجینی که در اثر اسپازم به وجود میاد برام پرنس میتال آنجن، وضع اسپاستیک آنجن، وضع اسپازمودیک آنجن یا واریانت آنجن، یک نوع آنجن، یعنی واریانت آنجن هم یاد میکنم که بیشتر در نزد خانم ها اتفاق میفته، در زمان استراحت به وجود میاد درد، تغییرات ای سی جی که ایجاد میشه، استی سگمنت الیویشن به شکل گذری اتفاق میفته، میکانیزم های مختلف در این زمینه دخیل است. بلند بودن تون سیمپاتیک، پایین بودن سویه مگنیزیم، پایین بودن سویه ویتامین ای، تشوشات در سنتز نایتریک اکساید، اندوتلیال دیسفانکشن، همه موارد است که پیشنا به شکل مطالعات مختلف ثابت ساخته که دخیل است. دقیق فهمیدن نشده کدام علت است، ولی اندوتلیال دیسفانکشن نقش اساسی را در این زمینه بازی میکنه. پرنس میتال آنجن و آنجن دیگه که در بخش انستیبل امای تشریح میکنه به نام انستیبل آنجن که مفصل باز بخیر، اما وقت میخوانیم که انستیبل آنجن چی است و یک نوع آنجن دیگر هم نام میگیرم به نام میکروواسکولار آنجن. میکروواسکولار آنجن چی است؟ آنجن است که توسط کمپ تشریح شد بار اول، مریض چسپین داره، تغییرات سی جی هم داره، ولی معاینه آنجیوگرافی نرمال است. آنجیوگرافی یک معاینه تست تشخیصی به خاطر دریافت اتروسکلروز است. آخری معاینه که کار مریض میکشه به اون معاینه آنجیوگرافی است. ولی این مریض چسپین وجود داره، تغییرات ای سی جی هم وجود داره به نفع اسکیمی، ولی میرن در مرکز آنجیوگرافی، مراکز قلبی چک میکنه، ولی آنجیوگرافیش نرمال است. علت از این میکروواسکولار سپاسم تشکیل میده یا تغییرات در اویه های کوچک و خرد تشکیل میده، از خاطر این به نام میکروواسکولار آنجن مینامن. میکروواسکولار آنجن یک شکل از آنجن است، به نام سندروم ایکس هم یاد میکنه که باز از سندروم میتابولیک باید تفکیک صورت بگیره. این نکات اساسی بود که در مورد تایپ اف آنجن یا انواع آنجن استفاده میشه بفهمین لااقل که آنجینا دیکوبیتوس چی است، پرنس میتال آنجن چی است، وارم اپ آنجن، پوست پراندل آنجن، انواع از آنجن است خدمتتان تقدیم کنم. خب برای رسیدن بر تشخیص
برای مریض هایی که مصاب با آنژین است کدام معاینات لازم است؟ اول یک نام میگیریم، باز تنها تغییرات ECG را در این ساعت تشریح میکنم. اولین معاینیش که پیش مریض ها انجام میشه رستینگ ECG است، اکسرسایز تست است، چست اکسیری، بلد اگزامینیشن، اکوکاردیوگرافی، سی تی ان امارای قلب، 24 اور مونیتورینگ، سینتوگرافی، کورونری آنژیوگرافی و لفت ونتریکولر آنژیوگرافی. تمام این معاینات قدم به قدم پیش مریض انجام میشه. اتون نیست که یک مریض بار اول باید لوحه چسپین برن روان کنیم به طرف آنژیوگرافی، به طرف آنژیوگرافی دفعتاً سوقش نمیتن. ستیپ بای ستیپ بر مریض پیش میرن. اول رستینگ ECG. ECG در حالت استراحت. مریض با چسپین میباید گرافش بگیره. میدونه که در 50% موارد ECG نرمال میره. در 50% موارد مریض های آنژین ECG شه ریکارد بکنی نرمال ECG است. در این حالت رد نمیکنن که شما مشکل قلبی ندارن یا آنژین ندارن. چون ممکن مریض بدون درد آمده باشه، دوا گرفته باشه. اکثر مریض ها در معاینه خانه که مراجعه میکنه با تاریخچه درد میان، نه با حضور درد که مثل مریض انفرکشن که در شبخانه با یک چسبین شدید بکشانشه. مریض فقط میگه یک دکتر صاحب چند روز میشه که راه میگردم سینه ام درد میکنه، وقتی بیشینم دردم گم میشه. فعلا نه که پشتون آمده درد نداره، ECG ریکارد میکنه نرمال، مریض رخصت میگه برو چیزی گپ نداره، ولی مس شد دیگه، تشخیص مس شد. این نکته رو بفهمید که در 50% موارد ECG مریض نرمال است. و اما اگر دریافت ECG داشته باشن، مریض اگر درد داشته باشه، تغییرات ECG ایجاد شد، کدام تغییرات است؟ یک، تغییر در تی ویف ایجاد میشه. دو، تغییر در ستی سگمنت ایجاد میشه. سوم، ممکن مریض اولد کیو ویف داشته باشه. یعنی کیو ویف نشان دهنده ایست که کیوی نشان میده که مریض اولد امای سپری کرده از بخش اتک سابقی قلب است. دو سال پیش یا سه سال پیش شواهد از کیو ویف باید پیدا بکنیم کیو وجود داره و به شکل اتیپیک بلاهای وریوس اریتمیا میتونه مراجعه بکنه، چون اسکیمی خودش سبب اریتمیا میتونه شه. انواع اریتمیا میتونه در سایر اسکیمی ایجاد شه، در سایر آنژین ایجاد شه. تی ویف چی چنج ایجاد میکنه؟ در تی ویف تغییرات تی ویف انورژن است. 12 لیتر نرمال میشناسن شما. در 12 لیتر در AVR تی ما چی است؟ منفی است. گاه اوقات در ویک ویدو هم چی است؟ منفی است. دو موضوع. سوم، در بعض حالات فیزیولوژیک سر قلب تاثیر میکنه، انزایتی و استرس و هایپرونتیلیشن و اکسرسایز و سموکینگ و نژاد سیاه‌پوست و خانم های حامله. در همچون موارد تی های منفی در ویک ویدو ویسه ممکن به مشاهده برسه و حالات دیگه که در بدن است، استرس به وجود میاره، کولسیستاید، سیوی، سکتای مغزی، سیو، سپسس، تغییرات در مواجه تیره و اوچید. در غیر آن، غیر از ایویار و یک ویدو، در اکثر لیت ها تی ما مواجه چی است؟ مثبت است. تی یک مواجه چی است؟ مثبت است. وقتی میگم تغییر در تی و وجود میاد، تی انورت میشه. تی چی میشه؟ انورت میشه. تی ویو انورژن. مثلا ما پی داریم، QRS داریم، تی به این شکل میشه. ای تی است. موجه تی معکوس میشه. یک از علامه اسکیمیک هارت دیزیز.
چون تی تغییر پذیر از هر حادثه فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک غیر از قلب در عضویت می باشه، زیاد هم بالاش حساب نمیشه. اما وقتی تی پیک و وصفی است که تی عمیق باشه یک موضوع، در چند لید باشه دو موضوع، سیمتریک باشه سه موضوع، یعنی تی یک خصوصیت چی باشه که چی باشه؟ دیپ باشه. دومین خصوصیتش سیمتریک باشه، متناظر باشه، در چند لید باشه، نشان میده که شدت اسکیمی چی است؟ زیاد است، ملتیپل لید. و تغییراتش هم گذری باشه، مثلا با دردی که داره ایجاد شده و ما وقتی که مریض دردش گم میشه تیش هم نرمال میشه، بازم نشان میده که مریض مصاب به چی است؟ آنجینا پکتوریس. به هر پیمانه که تی عمیق باشه، بر امون پیمانه شدت اسکیمی رو نشان میده. به هر پیمانه که تی دیپ باشه، عمیق باشه، بر امون پیمانه شدت اسکیمی رو نشان میده. به هر اندازه که تی در چند لیت باشه، وسعت اسکیمی رو نشان میده. ما یک وسعت اسکیمی داریم، مقدار کتله عضلی که موف مثل اسکیمی، یک شدت اسکیمی داریم. خودم بر پیمانه که عمیق باشه شدت اسکیمی رو نشان میده، بر پیمانه که در چند لیت باشه وسعت اسکیمی رو نشان میده. این تغییرات در موجه تی است. دیگه تغییر میتونه در استی سگمنت باشه، که تحت استی سگمنت دپرس میشه. نرمال استی سگمنت نداریم، استی سگمنت یک خط از الکتریک لاین است. اینی قطع چی میشه؟ میگه استی سگمنت میگه. اما در مریض های آنجین استی به این شکل میشه. استی سگمنت چی میشه؟ دپرس میشه. استی سگمنت دپریشن میگه. این هم انواع مختلف داره. در بخش اسکیمی در لکچرهای قبلی، در ویدیوهای قبلی ببینن تغییرات سی جی در اسکیمی انواع مختلف داره. هوریزونتال داره، سگینگ است، اپ سلوپینگ، داونورد سلوپینگ، اپورد سلوپینگ، جنکشنال استی سگمنت دپریشن، شکل فیزیولوژیک و پاتولوژیک است که به شکل مفصل ما در مورد این در ویدیوی قبلی ذکر کردیم، میتونید که ببینید. خب به هر صورت بر پیمانه که استی سگمنت چند میلی متر افت بکنه، عمقش زیاد باشه، بازم شدت اسکیمی نشان میده. و به هر پیمانه که در چند لیت باشه وسعت اسکیمی. تفاوت بین مهم بودن استی و تی چی است؟ تی نسبت به استی سگمنت تغییر پذیر است از هر سبب دیگه، میتونه فیزیولوژیک هم باشه. پرگننت وومن میا تغییرات در محور قلبی بنا بر حادثه پرگننسی، بنا بر پرگننسی رخ میده، ممکن تغییرات ایجاد بکنه. اما استی سگمنت کمتر تغییر پذیر در حوادث فیزیولوژیک و یا حوادث پاتولوژیک خارج قلبی، پس بنابراین این بسیار مهم تلقی میشه. استی سگمنت دپریشن نادرن میتونه استی الیویشن هم گذری باشه، طوری که در پرنس میتل آنجین هم گفتم استی سگمنت دپریشن. و یا تغییر در تی، ما میتونیم تی پیک داشته باشیم، تی فلات داشته باشیم، تی اینورژن، اینا میتونه اسکیمیک شمرده شه و شکل تی پیک نه. استی سگمنت دپریشن و یا استی سگمنت الیویشن گذری در پرنس میتل آنجین میتونه دریافتی از شواهدی از ایسکیمی کاردیزیز باشه. اریتمی های مختلف اگر در ECG پیدا کنن، چی ونتریکولار باشه چی سپرا ونتریکولار اریتمی باشه، PVC باشه، اکستراسیستول باشه، مشکوک میشن که چرا با وجود آمده همی اریتمی، چرا آفات ریوی داره، دوا گرفته مریض، استرس و استراب داره، سوی کاتکولامین های خونشان بنابر هر علت بلند رفته و این کاتکولامین یک سبب اریتمی رو تشکیل میده. و یا هم مریض ایسکیمی داره، میتونه که دلالت به اسکیمی کاردیزم. خب بعد میخوایم در مورد ایتی و چست اکسری تشریح بکنیم. دیگه کیو ایف هم ممکن اگر موجود باشه در گراف، برای شما یک کلو، یک کلید میتونه باشه که این مریض یک دفعه عملی قلب تیر که پسی اتروسکلروز تثبیت شده داره، یعنی کورنری آرتری دیزیز داره، این هم کمک میکنه از نوعی از استیبل آنجین شمرده میشه، چون پست ایمای است، یک بار ایمای تیر کرده، آنجیوگرافی ممکن شده باشه، استنت هم صورت گرفته، بایپاس تحت عنوان استیبل آنجین پیشتر هم گفتم یادآوری کردم هم شمرده میشه. پس کیو ایو اگر موجود باشه کمک میکنه که مریض با گذشته انفرکشن است اسکیمی ممکن پیش فعلا موجود باشه. تغییرات ای سی جی در سایر اسکیمی، در سایر آنجین و پیکتورس امی میتونه باشه. دیگه ای تی تی یا اکسرسایز تولرنس تست،